سلام میکنم به شما رفقای عزیزم، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال ماجیک کارتز. تو سال 97 یکی از هیت ترین موزیکای چند سال اخیر به وسیله محسن ابراهیم‌زاده منتشر شد که اونم موزیکی نبود جز موزیک دونه دونه. البته به همون اندازه‌ای که این موزیک جذاب بود و شنیده شد و هیت شد، تیزر و ویدیو این موزیک هم به همون اندازه سر و صدا کرد و برای مخاطب جذاب و جالب. البته من هم افتخار اینو داشتم که تو این پروژه همکاری داشته باشم، تدوین، جلوه‌های ویژه، طراحی کلی و هلیشات کار بر عهده من بود. موقعی که این ویدیو منتشر شد و این تیزر منتشر شد، من خیلی با سیلی از کامنت ها مواجه شدم که برای خیلی از بچه‌ها و مخاطبای ویدیو جذاب بود که این ویدیو به چه سبکی ادیت شده، به خصوص عینک محسن ابراهیم زاده که یک حالت نوری دورش میچرخید خیلی برای بچه‌ها جالب بود. مطمئناً احساس میکنم که این آموزش میتونه برای خیلیاتون جالب و جذاب باشه که ببینید که اون عینک به چه شکلی ساخته شد و به چه شکلی تدوین شد. اگه دوست دارید این تکنیک جذاب رو یاد بگیرید، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. امیرعلی هستم و اینجا کانال ماجیک آرتس، جایی که قراره در هفته دو ویدیو تخصصی و آموزشی در زمینه تدوین، جلوه های ویژه، تکنیک های پرده سبز، ساخت و رشد چنل یوتیوب و عموما هر کاری که به ساخت تولید محتوای تصویری مرتبط میشه داشته باشیم. اگر به این محتوا و سبک آموزش من علاقه مندید، لطفاً از این پایین چند ثانیه زمان بذارید، دکمه سابسکرایب رو برای حمایت از من بزنید و اون زنگوله کنارش رو اگر روی آل قرار بدید، به محض اینکه ویدیو جدیدی رو منتشر بکنم براتون نوتیفیکیشن ارسال میشه، میتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید من رو هم ببینید. حالا میریم سراغ عینک محسن ابراهیم زاده توی ویدیو دونه دونه. خب بچه ها، ما تو اولین قدم میایم و افتر افکت رو باز میکنیم. من یک سکانس از ویدیو دونه دونه رو آماده کردم که بخوام الان روش دوباره اون افکت رو پیاده بکنم. ویدیو رو که وارد فایل پروژکتمون میکنیم و همونجوری که توی ویدیو مبتدی افتر افکت که الان این بالا براتون میاد بهتون گفته بودم، میتونیم یا ویدیو رو درگ بکنیم داخل این کامپوزیشن رهاش بکنیم یا توی این قسمت رهاش بکنیم تا با استفاده از مشخصات ویدیو اصلیمون برامون یه کامپوزیشن جدید بسازه، چه از لحاظ تایمی و چه از لحاظ رزولوشن. خب بچه ها، اولین قدم برای ساخت یه همچون افکتی اینه که ما بیایم و اطلاعات این قسمت رو به دست بیاریم، دیتای این قسمت رو به دست بیاریم که ببینیم این سر چقدر تکون خورده، چقدر حرکت کرده تو محورهای مختلف و دوربین چقدر حرکت کرده. برای این کار و برای به دست آوردن این اطلاعات ما باید تصویرمون رو اصطلاحاً ترک بکنیم. من برای ترک قبلا یه ویدیو ساختم که الان این بالا لینکش براتون میاد، میتونید کلیک بکنید و ابتدا حتما اون ویدیو رو ببینید اگر بلد نیستید ترکینگ رو، که بتونید متوجه بشید که ترک کامرا چه کاری رو انجام میده کامل، و بعد برگردید این ویدیو رو ببینید که خیلی راحت تر بتونید درک بکنید. خب من ویدیوم رو سلکت میکنم و روی ترک کامرا کلیک میکنم تا به طور اتوماتیک برای من این صحنه رو آنالیز میکنه. 3D کامرا تریکر همونطور که میبینید تو قسمت افکت کنترل این فایل اومده و الان در حال آنالیز کردن فایل ویدیویی من هستش. خب بچه ها، این نقاطی که روی سر و صورت برای ما ایجاد میشه نقاطی هستش که میتونه این پلاگین به ما دیتا بده ازش. خب اون نقاطی که ما مد نظرمون هستش، خب خوشبختانه ما الان ازش میتونیم دیتا داشته باشیم. همونطور که میبینید رو بک‌گراند چون یه رنگ تک رنگ هستش نمیتونیم ما دیتای ازش داشته باشیم، ولی این قسمت ها خب چون رنگ‌هاش متفاوت هست راحت میتونیم ازش دیتا بگیم. من حالا روی یک طرف این عینک اون افکت رو پیاده میکنم که شما با استفاده از همین کاری که الان یاد میگیرید میتونید رو اون قسمت شیشه سمت راستش هم اون افکت رو پیاده بکنید. دیگه من نمیخوام تایم ویدیو خیلی طولانی بشه. خب برای قدم اول ما باید ترک بکنیم. من سه تا نقطه رو اینجا انتخاب میکنم که از اول تا آخر ویدیو هم حتما باشه این نقاط. خب نقطه اول هم میتونه این نقطه باشه، نقطه دوم هم میتونه این نقطه باشه و نقطه سوم هم میتونه این نقطه باشه. وقتی که این سه تا نقطه رو انتخاب میکنیم با دکمه شیفت رو پایین نگه میداریم و نقاط مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم و بعد میتونیم کلیک راست بزنیم. و من الان اینجا قسمت سالید رو میخوام، میگم که آقا یه دونه سالید و یه دونه کامرا با این دیتاها برای من بساز.
خب همونطور که میبینید یک لایه یا اصطلاحاً همون یک سالید رنگی اینجا برای ما به وجود اومد. اگه من ویدیو رو الان پلی بکنم صداشم میبندم، میبینید که این لایه رنگی قشنگ روی صورت قرار گرفته و داره حرکت میکنه با صورت. خب اولین کاری که میکنم اینه که این لایه رو باید ما صافش بکنیم دیگه، کجه. الان میام روی سالیدم و دکمه R رو میزنم، از قسمت اورینشن میام روش کلیک راست میکنم و ریست رو میزنم. خب همینطور که میبینید سالید قشنگ فیت میشه روی صورت و قشنگ روبه ما میشه، روبه دوربین میشه اصطلاحاً. و دوباره پلی میکنم میبینید که قشنگ چسبیده به صورت و ایدئاله. خب ما یه کوچولو سایز سالیدمونم بزرگتر میکنیم، میام روش و دکمه S رو میزنم از روی کیبورد، از قسمت اسکیل یه کوچولو اسکیلش رو بزرگتر میکنم. خب تا اینجا قسمت ترکینگ ما به خوبی انجام شده، حالا وقتشه که بریم سراغ پلاگین سیبر. من روی سالید کلیک میکنم و از قسمت افکت کنترل میام پلاگین سیبر رو اعمال میکنم. همینطور که میبینید پلاگین اعمال شد و یه حالت لیزری خیلی جذابی هم تو اون حالت اولش داره. خب بچه اولین کاری که الان باید بکنیم اینه که بیایم و مود این سالید رو عوض بکنیم که فقط این حالت لیزرش بمونه و این بک‌گراند مشکی که داریم از بین بره. برای این کار کافیه که مود لایه رو روی اسکرین بذاریم. خب همونطور که میبینید این خط لیزری ما اینجا قشنگ قرار گرفت و همچنان فیت صورت آرتیستمون هستش. خب حالا تنها کاری که لازمه بکنیم اینه که روی لایه‌مون کلیک بکنیم، یه مقداری زوم میکنیم روی تصویرمون که با دقت بالاتری بتونیم کارمون رو انجام بدیم و میاییم با استفاده از پن تول دور این عینک رو روی سالیدمون یه ماسکی ایجاد میکنیم. یعنی من الان میام قشنگ اینجا یه ماسکی رو ایجاد میکنم. حالا این که دیگه دقت شما چقدر باشه و چقدر بخواید ظریف کاری کار انجام بدید برمیگرده به همون سلیقه خودتون. خب ماسکو که ایجاد میکنیم میبینیم که در نظر اول هیچ تغییری روی فایلمون اتفاق نمیفته. برای اینکه بخوایم این لیزرمون رو دور این ماسکمون قرار بدیم کافیه که بیایم از قسمت کاستومایز کور یک کلیک بکنیم باز بشه و از قسمت کور تایپ روی لیر ماسک قرار بدیم. روی لیر ماسک این گزینه رو ما قرار بدیم، همونطور که میبینید لیزرمون میاد و میشینه دور عینک. حالا من اگر تصویرم روی فیت قرار بدم یه پلی بکنم ویدیو رو، میبینید که لیزر کاملا روی عینک قرار گرفته و فیته. خب به همین صورتی که دیدید و به همین سادگی که دیدید ما میتونیم این افکت رو بسازیم. حالا من یه سری خلاقیت ها توی اون ویدیو به خرج داده بودم که بعدن که من بیام توی یک ویدیو دیگه به طور کامل پلاگین سیبر رو این جزئیاتی که داره رو بهتون آموزش بدم اونا رو هم یاد میگیرید. فقط من خیلی جزئی بهتون بگم که خب من اونجا خیلی رنگای متفاوتی استفاده کرده بودم که میتونید از این قسمت روی کالر کلیک بکنید، رنگ دلخواهتون رو انتخاب بکنید، هر رنگی که هست. و از قسمت ماسک ایولوشن هم میتونید حرکتش رو انتخاب بکنید. البته خب یه سری تنظیمات داره، اولش باید این تنظیمات رو انجام بدید و بعد با استفاده از این قسمت میتونید اینجا رو کی فریم بدید بهش. من حالا اینو خیلی جزئی فقط دارم میسازم که الان ببینید به چه صورتون افکت ساخته شده و بعدن حتما توی ویدیوی مختص پلاگین سیبر تمام این گزینه ها رو که خیلی زیاد هم هست با هم دیگه کار میکنیم. من یه دور برای آخرین بار ویدیو رو پلی میکنم، میبینید که لیزر دور عینک خیلی خوشگل داره میچرخه، قشنگ با سر و صورت و عینک کاراکتر هم مچ هستش. امیدوارم که تونسته باشم خیلی خوب این تکنیک رو بهتون آموزش بدم. خب بچه ها امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید و براتون کاربردی بوده باشه، بتونید با استفاده از تکنیکایی که یاد گرفتید ویدیوهای جالب و جذابی برای خودتون تولید بکنید و ازش لذت ببرید.
اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که با لایک های خودتون از ویدیو حمایت بکنید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقاداتی دارید لطف میکنید اگر این زیر برای من کامنت بکنید تا بتونم از تک تکشون استفاده بکنم. البته دو تا ویدیو دیگه در انتهای ویدیو براتون معرفی میکنم که بی ربط نیست با این ویدیو و ممکنه که براتون جذاب باشه، میتونید رو اونها هم کلیک بکنید، اونها هم ببینید و ازشون استفاده بکنید. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید و یک قسمت دیگه و یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.